این برنامه از طرف فامیدنو کی است؟ آشنا زیوانیه برای شما تقدیم میگردد. با نامت که زیباترین است نامت را دوست دارم، ای زیبای زیبایی ها، ای گره گشای گره ها و ای بخشاینده بخشایش ها. به نام خداوند بی اندازه مهربان، خدای یکتا، خدای بی همتا، خدایی که بر ما فرصت میده تا هر روز زندگی کنیم، هر روز نفس بکشیم. خوشحال هستم که امشب در خدمت شما عزیزای دل هستم. باید بگویم سلام گرم تقدیم تمام شما عزیزای دل، چرا که هوا سرد هست و امیدوار هستم در کانون گرم خانوادگیتان، در کنار اعضای فامیلتان، در کنار همدیگر، در یک فضای صلح سرتاسری زندگی داشته باشین و همیشه و همیشه خوشحال باشین. اگر میخواین کیفیت زندگی خودتان را خودتان بسازین، مطمئن باشین که هیچ چیزی کیفیت زندگی شما را بالا نمیبره بجز از علمتان، دانشتان و شخصیتی که خودتان در کشور، در جامعه، در خانوادهتان میسازین. پس چقدر خوب است که توجه داشته باشین بر ازی که همیشه درس بخونیم و شخصیت خود ما را خیلی خوب بسازیم. قهرمان زندگی خود ما خود ما باشیم. جا داره تشکری کنم از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه ما را تمویل کردن. یک موبایل خیلی خوبی است، در عین حال کیفیت خیلی خوبی داره، نمایندگی هم داره در 34 ولایت کشور عزیز ما افغانستان. پس حتما آشنا خریداری کنید. آشنای شما، دوست شما. اشاره کننده ما کاملا آماده هستم، ولی باید فراموش نکنم که 0782202500 هم میتونید شما زنگ بزنید، خودتان ثبت نام کنید. کسایی که در این برنامه میان سنشان اضافه تر از 20 سال باشه، کسایی باشن که کاملا آمادگی داشته باشن، چرا که یک برنامه تعلیمی آموزشی، یک برنامه‌ای هست که شما را میتونه استعدادتان را بر دیگران به نمایش بگذاره. حاضرین در تالار شما را خوش آمدید میگم. یک تشویق هم بختر خودتان داشته باشه و همه تو تشویق هم به افتخار اشتراک‌کننده های عزیز ما. اشتراک‌کننده های عزیز ما تشریف آوردن، امیدوار هستم هردوتان موفق باشین و خودتان معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تقدیم و تاسه تا و گران و عزیزان تا و خورشید تلویزیون تول لیدون که تا واقع برونه چه وطن نبهر دی و دو خورشید تلویزیون تول کارمندان تا سلام علیکم و رحمت الله برکاتو. نصر احمد ابراهیم خیلی ما اوسیدون که در کابل خار فارغ التحصیل در رشته فارماسیل. بسیار خوب، بر طرز موفقیت میکنم برادر عزیز. خودتان خودتان معرفی کنین، از تحصیلاتتان هم بر ما بگین. سلام عرض دارم خدمت شما برشنا جان. سلامت باشید. آنجرین در تالار و دوستایی که ما را طریق تلویزیون جهانی خورشید میبینن، امید که جور سعادتمند باشن. صدام صدیقی هستم، وقت پاسه رشه فارمسی. بسیار خوب، هر آمدین که امشب هم یک مقدار پول با خود ببری. انشاءالله. چه نسبتی داره؟ بچه های خاله هستی؟ بچه های خاله هستی؟ دوستای صمیمی هم هستی؟ دوستای صمیمی هم از دوران مکتب. برنامه افغانج خوب هم میبینی؟ بله. آشنایی داره؟ بله، بازم یک روان شاید. آمدین که یک میلیون با خود ببرین یا یک افغانی را؟ چیزی قسمت باشه. اگر یک افغانی را بردین خوشحال میرین به طرف خانه؟ ولو با ما اصلاش می پیسه مطرح نیست قدم اول. چرا هر کسی جمعیه میگه برام هیچ پیسه مطرح نیست؟ به نظر من خب پیسه شرط اول است. شرط اول است، مگر فعلا که ما اومدیم به خاطر اومدیم که ذهن خود آزمایش کنیم که ما چقدر میتونیم پیش بریم. درست است. ان شاء الله که استعدادتون خیلی خوب باشه، هفت سوال خوب پاسخ بگوین و برنده هم شوین. درست است. هفت سوال داریم، مثل همیشه میگم ما هفت سوال داریم، از مضامین مختلف هست و هم مشکل هم آسان. بزرگترین جایزه ما هم هست 1,000,000. این 1,000,000 افغانی، به افتخار 1,000,000، این 1,000,000 افغانی با 6 تا صفرش تقسیم شده از 1 افغانی تا به 1,000,000 افغانی و 30 میله که در مقابل ما هست، این میله ها هم به دو دسته تقسیم شده که 12 میله بدون پول هست و 18 میله با پول هست. سوال از شما پرسیده میشه،
اگر شک داشتین از میله ها کمک میگیرین، حذف میله که رنگ سبز باشه و خالی حذف یک گزینه اشتباه و سوالی را که هیچ نمیدونستین از گزینه کمکی ما در مقابل 1,000,000 افغانی ما از او سوال میگذره میتونه شما کمک بگیرین و همچنان حال باید پاکت خط در پیش ما باشه تا که خاطر ما جمع باشه، مشخصات میله ها، مشخصات این پول ها در او پاکت هست و شما هم خاطرتان جمع باشه که این برنامه کاملا شفاف برگزار میشه و هموطنان عزیز ما باید بفهمن برنامه شفاف هست. تشکر. بریم به سراغ اولین سوال. آماده آماده؟ خوب صحیح آماده؟ 100% آماده. اولین سوال. کدام میوه خشک بیشتر به خارج صادر می شود؟ الف مغز بادام، ب پسته، جیم نخود، دال چهار مغز. سوال خیلی ساده از صادرات و واردات کشور عزیز افغانستان هست، مربوط به مضمون جغرافیا میشه. اگر میدونین خب پاسخ بگوین، شک دارین میله ها، نمیدونین گزینه کمکی. میله ها یا گزینه کمکی؟ سراغ میله ها. اگر از میله ها کمک بگیرین باز دو گزینه اشتباه را دور میسازین. اگر باز جوابش را پیدا نکردین 1,000,000 گزینه کمکی است. میله ها کدام تان میریم؟ دیگه پر انرژی باشین، یک برنامه هست که باید انرژی زیاد داشته باشین، اعتماد به نفس داشته باشین و کمی هم زیاد صحبت کنین، نگهگان مذاق، شوخی، خنده. میله 11 را انتخاب کردی؟ میله شماره 11 را نمو تو استابرو کرده رفتی، چطور 11 را انتخاب کردی؟ به خاطر که ارقام دلخواهیم است. بچه خالیت اینجا منتظرت بود که میگفت حال از من میگه که کدام میله، حال خودت رفت انتخاب کردی. بله صاحب اختیار است. صاحب اختیار هستی؟ انشالله که میله هم اما تو خوب انشالله پول نداشته باشه، پول کم داشته باشه. خب با تماس دستات خیلی آهسته میله میره و میبینیم که با پول هست یا بدون. چقدر عالی، میله بدون پول. خیلی خوب. موفق باشین، انتخاب اولتان عالی بود. انتخاب بعدیتان میله شما را چند؟ صدام جان میله کدام؟ کدام میله؟ از بچه خالی خود مشوره میگیره. میله افتاد. یک لحظه من هم کاملا فراموش کردم. خالی برامد. هیچ نمیگین. ما فکرم بود سه گزینه که در مقابلتان هست نه؟ بله. باید از این سه گزینه یکیش دور شود تا یک گزینه اشتباه هم ما دور بسازیم. انتخاب کنین از این سه گزینه. خب ببینیم که کدام گزینه هست. بگذار همه تو جیم نخود اشتباه دور شد و حالا باز هم میتونین میله انتخاب کنین. میله شما را چند؟ همون میله شما رفت که سلام نمیفته. هفته گفتی؟ بله هفته گفته. هر دوی تو میله شما رفت. درست است. خودت انتخاب کردی؟ یکی به انتخاب خودت و یکی هم به انتخاب خودت دیگه. درست است؟ هفت را موافق هستین ببینیم؟ چانس خوب برای هر دوی تان میخوایم ببینیم؟ بسیار عالی. دو انتخاب هر دوش میله خالی به جای تشریف بیاد. چقدر عالی ماشاءالله. پس از دو گزینه که در مقابلتان هست انتخاب کنین کدام؟ ببینیم دال چهار مغز اشتباه مانت الف و ب یا مغز بادام یا پسته. درست. نام چی بود؟ صدام. صدام جواب پیدا کرد به طرف من تو میکنه مثل که استاد اجازه هست. بله اجازه هست صدام جان. پسته درست است به نظرت؟ بله، مطمئن هستی؟ بله، از گزینه کمکی ما کمک نمیگیری؟ چرا که اگر اشتباه باز پاسخ بگوین در اولین سوال حذف میشه. 1,000,000 افغانی شما را کمک میکنه. راحت بریم به سراغ سوال بعدی. اگر اشتباه باشه حذف میشه. اگر اشتباه باشه حذف میشه. اما او 1,000,000 افغانی بر شما کمک میکنه که از این سوال ما بگذاریم بریم به سراغ سوال دوم. اگر شک دارین، اگر متعقین هستین که درست است، اعتماد به نفس دارین، انتخاب کنین. هر چی که تصمیم شما هست. به گمان اغلب که بی درست است. بله. به گمان اغلب شما را حذف نساز از در اولین سوال. چند فیصد باور دارین؟ بی درست است. یک دفعه دیگه یادآور میشم. 1,000,000 افغانی گزینه کمکی شما را کمک میکنه. بریم به سراغ سوال بعدی. بی یا گزینه کمکی؟ درست.
بدرست است. دوستمون میگن نسا جان میگه بدرست است. میگن که بدرست است. خب بدرست است؟ بله. دیگه نگویم. دیگه نگویم. نه نگویم دیگه. بیاین یک 5 ثانیه دیگه فکر کنین سر این سوال. 5 ثانیه اگه خب. 5. اما بدرست است. این تا چهار رسیدم. برشنا جان همو بی درست است. برشنا جان همو بی درست است. میبینیم دیگه خب پتکه شد دیگه. بیرم میبینیم با هم. جواب درست مغز بادام بود. خیلی گفتم که از گزینه کمکی کمک بگیرین کمک نگرفتین. چون نسار جان جد چی کرد؟ به هر صورتش موفق سر بلند سر فراز باشین. آرزوی موفقیت برای سلامت باشین. اگه جان سپاس. خداوند یار و مددگار تماشا تشویقشان کنیم. جای نرین. برنامه خودتان است، برنامه تان ادامه دارد، دوشرا کننده بعدی هستن، آماده آماده. پس تا که اونا بیاین ما هم تشویقشان میکنیم. دوشرا کننده بعدی ما تشریف آوردن و میبینیم که اونا چگونه بازی را یا برنامه را امشب به پایان میرسنن یا مثل اشرا کننده اول ما در اولین سوال خدای نخواسته حذف میشن. خوش آمدین. خودتان را معرفی کنی؟ برای حلقه مردان روزگار نوین آیات بی تپش خفته مایه ننگ است. برام خدا اجمل جهش هستم. یک تن از اشرا کننده هفت گنج جا دارد که یک سلام خاص خدمت شما که خواستن علاقمند شما هستم و یک سلام جداگانه به ناظرین در تالار و میلیون ها بیننده برنامه افغانج تقدیم میکنم. سلامت باشین. از تحصیلاتت میشه برام بگی؟ تحصیلات امی سال 94 از دانشکده ژورنالیسم فارغ شدیم. بسیار خوب. امی امسال فارغ شدین دیگه. نه پارسال. همو پارسال میشه. امی پارسال سال فارغ هستم. امسال و سال 1394. یعنی که امسال فارغ هستم. آه دیگه سال دیگه بیکار هستی. فارغ هستم. بدرزی موفقیت دارم. تشکر. خودتون معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. غلام مصطفی آزاد تخلص میکنم دیگه فارغ التحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی. بسیار خوب. و یک تن از اشراق کننده های هفت گنج. همچنان سلام به شما، سلام به دوستایی که همینجا حضور دارن و یک سلام گرم پاییزی خدمت بیننده های که همین اکنون ما را میبینن. یک سلام به مادر جان تا با مادر جانم دیگه یک سلام خواستم. میفهمی چرا این گپ زدم؟ نگو یک حالا بچه چرا تو زیر تاثیر رفتی؟ سلام جدایش متوجه بودی؟ بکی بکی؟ دیگه گپ خوب یک دفعه بودی؟ بکی گفت؟ با عروس آیندهش. اوه با افتخار عروس آیندهش. بسیار خوب. آنها خینام کردن در دستشان فکر کنم. حالا عروسی اگری از دوستان. بسیار خوب. چه نسبتی دارین؟ رفیق هستیم. رفیق های صمیمی؟ چند سال هستی رفاقت تا؟ رفاقت ما تقریبا 5-6 سال میشه. نام خدا یک ساله که دیگه هم 7 سال میشه دیگه بازی در اینشالله نه تنها رفیق رفیق برادر خلاص هم چی؟ خب به هر صورتش برنامه را آغاز کنیم. آشنایی خوب دارین دیگه نی؟ میروانی آشنایی دارین. فقط میمانه پاکت خط. اما پاکت خط هم پیش ما باشه بخیر برنامه را آغاز میکنیم. از همکارای عزیزم میخوایم که بر ما پاکت خط بیارن در پیش ما باشه. هم خاطر شما دو نفر جمع باشه هم از ما. هم شفاف است دیگه برنامه نه؟ خوصاً از ما جمع باشه. تشکر. خوصاً از شما خاطرتان جمع باشه. بزرگترین جایزه ما 1 میلیون است. خب بریم به سراغ اولین سوال. انشالله میریم به سراغ گفته. اولین سوال را میبینیم که دوشتر کننده عزیز ما میتونن پاسخ بگن یا نه. ببینیم. شهر آتن مرکز کدام کشور میباشد؟ الف گرانادا، ب یونان، جیم گینه و دال آیسلند. یونان. اگر هیچ منتظر میلان همانه مستقیم گزینه بیر انتخاب بکنیم چی میشه؟ یونان؟ بله. مطمئن هستی؟ یعنی دیگه من خدا به تکلیف نسازم میله ها گزینه کمکی باشه گزینه کمکی بده زیاد برتانم نگویم که دقت کنی حس میشین دوالی سوال انشالله که یونان هست انشالله یعنی که بریم ببینیم دیگه میریم ببینیم اقدر اعتماد به نفس که هنوز سوال مکمل نشدن جواب پیدا کردن پس میریم ببینیم که آیا گزینه بی درست است. بسیار عالی. نام خدا. یعنی زود توانستیم پیدا کنیم جوابه. خوب هستی؟ با سلامت. چطور میگذره زندگیت؟ خیلی عالی. از سلام علیکی اول مصطفی فهمیدم که مجرد هست. قصد ازدواج داری بزودی؟ مجرد خب طبعا هر جوان میخواه ازدواج کنه اما با وقت وادیش. با وقت وادیش؟ وقت وادی خودت دیگه نرسیده؟ هنوز تحصیلات در راه است.
هنوز میخوای درس بخوانی؟ و خودت جهش صاحب از ژورنالیسم فارغ شدی؟ بله، رشته خیلی بزرگ، یک رسالت خیلی بزرگی است کسی که این رشته را بخونه. خب بخیر، کارا را شروع نکردی، نمیخوای فعالیت در جریان است؟ دیگه فعالیت رسانه‌ای هم کم و بیش داشتیم در گذشته. در جریان کدام بخشش دوست علاقمندی داری؟ گزارشگر باشی یا گوینده باشی؟ گزارشگر بودیم و امیر خوشم دارم. خب گزارش تهیه کردی خودت؟ بله. در مورد چی؟ در مورد در کل موضوعات امنیتی بوده، اقتصادی بوده. گزارش استن میگن نه یک استن. استن جای یک محل حادثه یک چیز باشه، باید خود گزارشگر بره اونجا گزارش بده. باز او را عملی انجام دادی؟ بله. خب خیلی راحت یک گزارش میشه بر ما امیاله. برنامه هفتگنج، برنامه هفتگنج است. خب مثلا آمدی خودت به من حیث گزارشگر از برنامه میخوای کمی تعریف کنی؟ خب بر بیننده ها، اینجا برنامه هفتگنج است که در کل دو انتخاب، دو اشتراک کننده داره که هفت سوال دارن، 30 میله دارن و هر میله از 1 روپه تا 30 افغانی و از 70,000 تا 1,000,000 افغانی در بینشان جا دارن و 10 دانه دیگه خالی است که حالا میبینیم که دو اشتراک کننده که فعلا آمدین ببینیم که چی میکنن. اینجا برنامه هفتگنج است و اینجا جهش و مصطفی هستن و سوال دوم اینجا آماده هست. میبینیم سوال دوم را. میبینیم انشاءالله. زیارت باب اولی در کجا میباشد؟ الف غزنی، ب کاپیسا، جی فاریاب و دال هم کندهار. کدام؟ سرغزدی. از میلحاظ درست است، بدون شک استعداد دارین و بدون کمک از میله ها پاسخ میگین، اما اگر میله هایتون کم شوه به نفعتونه. چرا که باز دخیل بله میله هم کم شوه خیلی خوبه. شانس خوب برات میخوایم جهش سای. کدام میله؟ اجمل میله شماره 9 انتخاب. شماره 9 انتخاب میکنم. خب بدبخت ما نکنی انشاءالله. خب مصطفی بر دوستش اجمل گفت میله شماره 9 را انتخاب کو. بله همون میله شماره 9 هست. برات آرزوی موفقیت میکنم، انتخاب خوبی داشته باشید. ببینید بسیار عالی میله بدون پول هست. مصطفی که 6 بودی؟ 9 بود. نو 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 6 بود. 9 بود. از این سه گزینه که در مقابلت هست انتخاب کو. انشاءالله جیم فاریاب اشتباه نیست و حال فاریاب دور شد و حال سه گزینه مانده. انتخاب بعدی؟ میلش شماره 8 انتخاب. میلش شماره 8؟ بله. موافق هستی امروش؟ موافق هستم دیگه. درست است. پس انتخاب خوبی داشته باشیم. میبینیم با هم. بسیار عالی. طاله داریم. از دو گزینه یکی هست انتخاب کنین. به کاپیسا اشتباه هست و هست خلاص شد. خلاص شد. بله بیاین به جای تو. قندهار شد. جواب درست قندهار. قندهار گزینه شماره از استعداد خودتان گفتی؟ آها 100% مطمئن باشم. چون را... تکنیکی رفتیم دیگه. این یک بار من سال اول دانشگاه را به ایراد خواندیم. این که مزید طرف میرفتم و یک شرکت ترانسپورتی بود به نام بابای ولی. آها. باسو تا قندهار میرفت. از همین جهت صد اومده گذاشتم یک کمی که معلومات بود که بابا ولی دموجه است. من خب میگم شاید غزنی درست باشه. وقتی تمام زیارت نه قندار است. خودت میگی غزنی درست باشه. هستی خوشتبا برمان. نه درست است، درست است، درست است. پس میبینیم که آیا درست است گزینه یا خیر. بله جواب درست زیارت بابا ولی صاحب در ولایت قندهار موقعیت داره. جواب درست هم گزینه دال بود. برتون تبریک میگم. سلامت سلامت. البته دو سوال اول خیلی آسان بود، اما هر قدر که پیش بریم سوالات دشوارتر میشه. خدا کنه که خوب پاسخ بگوین، اما دقت کنین در انتخاب میله هایتان. میله ها هر چقدر زیاد بانه تا آخر سوال باز ضررتان تمام میشه، چرا که باز اخیر انتخاب کردن یک میله باز از بین این همه میله ها باز کار دشواری هست. درست است؟ دیگه چی مصروفیت ها دارین در کنار از اینکه درس میخوانی؟ خودت خب فارغ شدی، بیکار هستی، وظیفه پیدا گفتی؟ خب فعلا عن قریب اسیستانت مادرم هست. بسیار خوب. از کارهای خانه میشه برام بگی کدام کارا را آشنایی داری انجام میتی گاه گاهی؟ طبق معمول که تمام جوان ها یاد دارن اینه میتی خوب پختن هست. آشپزی خوب است؟ آشپزی خوب است، چون ولی زندگی کنیم خوب است. یاد دارم.
بسیار خوب. و خودتان مصروفیت های بعدی؟ خودم مصروفیت ها انشالله انقریب یک دار رو قلعه بخیر باز میکنم، دمیشه بروز جواز شمی گیرم بخیر. درست تا تمام کردی؟ بله، دانشکده را سال پار باز یک ذره کارهای عملی داشتی، تجربه های زیاد شده؟ تجربه نی دیگه، تجربه تا فعلا هم بکار هستم. خب یعنی در جریان پنتون تجربه قرار است خودت یک دفتر دارال بکاره باز کنی. باید هر قدر که تجربه زیادتر باشه کارت با کیفیت تر باشه. بله، تو خب وقتی که میخوای یک دارال بکاره باز کنی تو نمیشه دفتن بری یک دارال بکاره، باید امرا یک وکیل کار کنی. بله من منظورم اون چی میکنم امرا یک وکیل خودت خامرا کدوم وکیل کار کردی؟ نه خیر کار میکنم دیگه بخیر، یک شش ماه بعد. یک شش ماه بعد. بسیار خوب، خدا کنه که از وکیلای باشه که واقعا بتونی بگونه درستش قانون را مد نظر بگیری و حق به حقدار بتی و خدا کنه که همیشه در کشور عزیز ما قانون مد نظر گرفته شوه و قضیه ها یا بعضی مشکلاتی که در جامعه ما میبینیم از جمله فساد اداری که واقعا همه ما را زیاد متاثر میسازه، این همه مشکلات دور شوه. بیایم شما جوانا کسایی که از عهده بعضی کارها برمیایین روی چنین پروژه ها روی چنین موضوعات بیشتر تاکید کنین، کار کنین تا منشأ اصلی فساد اداری به خیر زود از کشور ما از بین بره. انشاءالله از میراده داریم دیگه. انشاءالله موفق باشیم. سلامت. خدا کنه که سوالام خوب پاسخ بگه. سوال چند مساله؟ سوال سوم. میبینیم سوال سوم. یکی از شاعران زیر را به نام شاعر آینه ها میشناسند: الف رودکی، ب پروین اعتصامی، ج بدل و دال هم مخفی بدخشی. بدل. خب خب میله ها سوال هم میفهمیم اما بازم از میله های کمک میگیریم. بریم به سراغ میله ها. تشریف ببر. کدام میله را انتخاب میکنه؟ سوال هم از مضمون ادبیات دری. میله شما رفته نگاه میکنیم تا اخیر. خب. شما رفتم رو شماره شش شش و هفت تا آخیر است. خدا کنه خودتان تا آخر باشه. بیست و یک. بله بیست و یک. بله بیست و یک. میله شماره بیست و یک موافق هسته؟ موافق هستیم. با تماس دستت معلوم میشه. میبینیم یک میلیون افغانی گزینه یک کمکیتان را از دست دادی. ای دل جهان با کاموتی شد شد نشد نشد بابا مرغ اسیر دام تو شد شد نشد نشد ساقی تو را و کنج جهنم امارت است جنت نصیب تو شد شد نشد 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 نام خدا بایشه. یک میلیون افغانی ساقی سر مصطفا. اول در ذهنتان بود گفته نگه ام یک میلیونی دور شده این شعرم هم میگم چقدر خوب مایرد اولین بار باشه این ده بودم شد شد نشد نشد کدام میله؟ از مرجان لطفا دیگه میلن خواهد نکن مطالعه ندارم خیلی جایی کنم میتونه تقریب بتیم جایی کنم بخیر از همینجا برش میگم بگوین کدام میله؟ میله شماره 14. میله شماره 14. 14 استاد بودم شما امین رو میخواست انتخاب کنید دل بدن راه داره خیبر دنازده کم بزامت میتونین منصرف شوین به هر کدام شکل دلتان میخواید انتخاب کنید هوا پیداش بکن با سوانو بکن 19؟ بله 19 موافق هسته؟ بله چانس خوب برای هر دویتان میبینیم صد هزار افغانی شروع شد دیگه بخیر چک کنه کم از کم از چک کنه ایا که روی خود از دوست نتن ما هم نمیتیم کدام میله؟ من این بار انتخاب میکنم میله شماره نوره شش نور رفته دیگه شش شش انتخاب میکنم شش موافق هسته؟ موافق هست میبینیم؟ حتما شش چی گفتی پیش؟ انتخابش کردم میبینیم میبینیم میله خالی هست بله اول گفته بودن میله شش باید تا آخر باشه خوب شد که نبود تا آخر به درد تا نمیخورد انتخاب کنین از این گزینه ها مصطفی هیچ متوجه من نبودم فکر کردم شش اونجا نیست خیر باشه خوب است متوجه نبودی فایده کردیم ببینیم الف اشتباه رودکی اشتباه حذف شد انتخاب بعدی انتخاب بعدی میله شماره 22 میله شماره 22 مصطفی موافق هستی موافق هستم انشاءالله که انتخاب خوبی باشه میبینیم 22 میبینیم با هم میله شماره 22 آها بدون پول بسیار عالی بجای تشریف بیار اجمل دگر هم میتونی میله انتخاب کنی خودت از این دو گزینه یکش انتخاب کن
به اشتباه، پروین اعتصامی اشتباه. ببخشید بدل. جیم مانت همراه دال. بیدل یا بیدل. مخفی بدخشی. جیم گزینه بیده. بیدل. بیدل صد. مطمئن هستی؟ انشالله. گفتین که گاهگاهی شعر هم حال و هواش به سرتان میایه. بیا چون یک سوال شاعرانه هست از دری هست، یک شعر هم تو زیبای شاعرانه و عاشقانه بر ما دکلمه کنیم. گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در غلطم که من تو ام یا تو منی. چقدر عالی، بسیار خوب. مصطفی جان، قبل از اینکه یک میلیونی حذف شد و میخواستم این سوال کنم ولی فرصت با ما یاری نکرد، حذف شد. اگر یک میلیونی را میبردی حالا از دست دادین، همین پول زیاد 250,000 با خود ببری خانه، چی پلان دارین؟ اگر یک میلیون ببریم هفته آینده یک میلیونی خورم نه، اگر میبردی میشه میبردی؟ دیگه هفته آینده در شینی خوری اجمل جان دعوت بودین. اجمل جانم اصلا شینی خوری خودش میبود. خب یعنی واقعا فقط به خاطر عزمی آمده بودین در افکنج شرکت کردم. بله قطعا ما به خاطر یک میلیون آمده بودیم. خدایا چقدر من ناراحت. نه اصلا پیسه مهم نیست، فقط خواستیم که یک تست ذهنی داشته باشیم. پیسه زیاد مهم است. پیسه زیاد مهم است. پیسه خود زیاد مهم است. مهم است اما با جایش مهم است. باز یک سوالم بهتر است یا ثروت؟ اگر ثروت نباشد چطور علم بدست بیاری؟ آفرین، پینجا پینجا است نه؟ همو مهم است، هم علم هست. فعلا در افغانستان شرایط قسمی است که اصلا علم هیچ مدار اعتبار نیست، شایسته سالاری نیست، هم ثروت داشته باشی یک بیگه میرسی. ولی ای کاش تو نباشه، ای کاش اینگونه نباشه، شایسته سالاری یا کسایی که افراد نخبه هستن اونا برشون کار فراهم باشه، چرا که باز او وقت میتونیم بالای پیشرفت کشور ما خیلی زیاد یقین داشته باشیم. حالا بگوین جیم یا دال؟ جیم. جیم بیدل. اگر بیدل یا جیم اشتباه باشه باز حذف میشه. دیگه ببینیم پناه به خدا ما گزینه کمکی هم نداره. دیگه انشالله یک نه. پس ناگزین هستیم دیگه، اونم بیدل است، انتخاب داریم بیدل درست است. بالای مخفی بدخشی شک نداره؟ نه خیلی مخفی بدخشی قطعا نیست. بیدل صاحب. علاقه من کدوم شاعر هسته؟ بیدل. بیدل؟ از بین از اینم یا بیدل؟ بیدل صاحب. در کل علاقه من حضرت لسان الغیب حافظ. حافظ شیرازی. میگیریم چی میشه؟ بیدل؟ بیدل. بیدل را میگن درست است. میبینیم؟ بله، جواب درست. شاعر توانا، شاعری که خیلی از آوازخوانای ما اشعارشان را استفاده میکنن در بختار، چون بسیار معنای زیبایی داره و بسیار عالی شعر میسرودن، بیدل صاحب بود که جواب درست هم بیدل بود. تبریک میکنم. تک بیت حضرت بیدل هم بیاد ما آمد. بفرمایید. میگه سراغ عافیت تلقین مرگم میکند بیدل، مگر این گوهر نایاب در زیر زمین باشد. عالی هست، عالی هست. همراه دوستایت هم تشریف آوردین، بختوره که خیلی زیاد تشویقتان میکنن. لطف میکنن. لطف میکنن. تمامش دوست ما روحیه میتن. سوال چند دو؟ چهار. سوال چهار رو بگم. تشکر میکنم از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه هفت گنج را تمویل نمودن. آشنا موبایل قابل دسترس در 34 ولایت افغانستان با خدمات پس از فروش و دارای یک سال ورنتی میباشد. آشنای شما، دوست شما. خب سوال را میبینیم. پروتوپلازم چیست؟ الف مجموعه مواد سازنده حجره، ب مجموعه مواد سازنده هسته، جیم مجموعه مواد سازنده سایتوپلازم، و دال مجموعه مواد سازنده میتوکاندریا. برای گزینه ب شک دارم. سوال است که حتما در امتحان بیولوژی در مکتب میآید. خب من فکر کنم در امتحان شما اومده بود دیگه. مثلا میله هم میریم بفرمایید. جیم باشه. مثلا بیت شک دارم بیا میریم از میلا کمک میگیریم. خب کدام میلا انتخاب میکنین؟ با دقت که پولای زیادتان از دست نتین. میلا شما را 20 انتخاب کنم. مصطفی صاحب صلاحیت هستی اجمل. 20 موافق هستی؟ میلا شما را 20 را انتخاب کردن. ببینیم که با پول هست یا بدون. بسیار عالی، میلا بدون پول هست. مصطفی جان انتخاب که از این دو میلایی که در مقابلت هست.
سه میله. دال؟ دال. مجموعه مواد سازنده میتوکاندریا اشتباه گزینه دال نیست. انتخاب بعدی؟ میله شماره 17. کدام؟ فرما. کمی دقت کنین به خاطر که پولای زیادتان پولای کمتان هیچ شور نخورده. همون تو خوب زیاد است. پولای کم پیدا کنین. ان شاء الله 17. موافق هستی امروش میله 17 رو ببینیم؟ پس میبینیم میله شماره 17 آمده. بسیار عالی. انتخاباتتان همون تو گل گل است. بچه‌ها بیا دیگه نمیتونی میله انتخاب کنی. از دو میله مانده برای ما یک شب ببینیم که کدام گزینه هست. ب. مجموعه مواد سازنده هسته اشتباه هست. الف و جیم مانده. یا الف درست است یا جیم درست است. پروتوپلازم چیست؟ دقت کنین که خدای ناخواسته در اول در این سوال هست نشین با انتخاب گزینه نادرست. ان شاء الله که دیگه گزینه کمکی هم ندارین که من براتون یاد آورم. سر جیم خیلی شرط داره. یعنی نمیشه چند تا گزینه رو یک میلیون پوره کنیم اسم کنین. نه دیگه نمیشه. انتخاب کنین الف یا جیم. جیم. مطمئن؟ جیم. مطمئن نیستم خب. من مطمئن نیستم. مصطفی جهش. سوال چندم است این سوال؟ سوال چهارم. در سوال چهارم حذف نشین. دقت کنین. دقت داشته باشین. گزینه درست را انتخاب کنین و به طرف هیچ کس هم نبینین. هیچ کس هم اگه چاپ کنین. ما ماست هیچ کس نبینین. بله. به طرف سوال گزینه جیم درست. جیم. چطور بودین در مضمون بیولوژی؟ هیچ نبودین بیشی. هیچ نبودین در اوساطا هیچ نبودین. اصلا بیولوژی کمی می آمد برامده. در بیولوژی ها نیچ بیخی هیچ فکر که هیچ نبودین بگم. همراه یک فکرهایی چطور هستین؟ یک خاطره دارم خاطره را ما بگم. بگویم با جواب همی برمان. در صدار رابطه وزینه می مضمون مکتبی گپا. یک روز بود استاد ما اسینا جان به غلام حیدر خان بود. هیچ یادم نمیره. گفت که چیز است. خواستم کیمیا سوال کرد. یکی دو سوال کرد نفهمیدم. خیستم گفتم استاد ما علاقه خاص به حقوق دارم. اگر بفهم که در حقوقم کیمیا است امرا انتخاب نمیکنم. قدر از کیمیا بعدتان میاد. باز ژورنالیسم براتون کی گفت که باز ایرش را انتخاب کردی؟ والا اگر به شکل گلایه از حکومت بکنم که گله میشه. چون که پنج انتخابی کرده بودم در کل حقوق بود. که از دو سه انتخابم که ولایت ها بود از واکر نمره بالا بود. اما نمیفهم سال کدام سال امتحان کنکور؟ سال 91. 91. او سالای گذشته نمیتونیم قباور داشته باشیم شفاف این پروسه برگزار میشد. اما خوشبختانه تا جایی که خیلی از دانشجوها یا کسایی که اهل علم و اهل دانش بودن امسال که گذشت خیلی راضی بودن، میگفتن این پروسه واقعا شفاف برگزار واقعاً شد. خدا کنه که هر سال بهتر شوه. معارف ما که ستون فقرات کشور ما است، وقتی او بهتر باشه بدون شک دیگه کشور ما پیشرفت میکنه. به هر صورتش الف یا جیم؟ جیم یا الف؟ جیم. جیم؟ جیم. جیم؟ جیم. مطمئن؟ مطمئن. 100%؟ 100%. یک دفعه تغییر کرد نظر. جیم. جیم. میبینیم جیم را که درست است یا خیر. مصطفی انتخاب کردم. کی رفت؟ جانت دی. این حال بگو جهان با کام توی شد شد نشد. بگو شد نشد. بگو مرگ دلتی یه دام توی شد شد نشد نشد. ای دل جهان با کام تو شد شد نشد 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 نشد. مرغ اسیر دام تو شد شد نشد نشد. ساقی تو را و کنج جهنم امارت است. مصطفی تو را هم مفلسی به قسمتت است. شد شد نشد دیگه. میلیون به قسمتت شد شد نشد نشد. بینمی چند بیت شعر فکر کنم کل زندگی تا پیش ببری. ببینم چی میشه. آقا خب هر دو تون جان همون جوانه خوشخوی هسته، نمیگذاریم برین خانه، درست است؟ تا می آخر برنامه با ما باشین، اگر افتخار میبخشین یک بار دیگه از شویم بازم باز بگوین شد شد نشد نشد دیگه این همی شعر خدا نگیره باز تگارش میکنیم تا دم مرک شد شد نشد دیگه نیک آنچه که شدنی بود میشه آنچه که نشدنی بود چانستان آزمایش کنیم، استعدادتان رو به نمایش بگذارین، نام خدا در ادبیات دری خیلی خوب بودین، باشین با ما، درست است؟ سوال بعدی را میبینیم، در اون سوال ببینیم چی گل را به آب میتین. میبینیم سوال بعدی ده. مصطفی و اجمل حذف شدن، اما دوست داریم ببینیم که استعدادشان در این سوال چگونه هست. پس این سوال را میبینیم.
حکومت مینگ در چین در حدود چند سال طول کشید؟ الف 200 سال، ب 300 سال، جیم 400 سال و دال 100 سال. چند سال؟ چقدر وقت؟ کمک میلها یک بار خواهی میخواند برو مصطفی بشید نمیگی برو هستی خدا بخیر ببره تان حالی رفاقت جنی سالتان در انتخاب میلها از بین کدام میلها دیگه این میلی 23 را انتخاب میکنه هفته که نگاه کردین امو هفت خوب او انتخاب آخرتان است هفت او هفت باشد 23 موافق هستی اجمل نه اگر میره تغییر بتون سرش 26 انتخاب کنم بیا به سراغ 26 این رو بروت کمی به زحمت شد کمی به زحمت شد 26 26 اینم میلی 26 را انتخاب کردن ببینیم با پول است یا بدون پول 150,000 افغانی من فکر کنم این پولای کم تا نه دو سر دارین تکان بخوره دیگه کدام میلی این بار دیگه 24 انتخاب میکنیم 24 24 هم میبینیم بگذار دست اینجا موافق با شما موافق هستم ببینیم موافق هم نباشیدم میبینیم با هم میلا میتونم انتخاب که از این سه میلای که در مقابلت هست این حالا تو بگو کدامش انتخاب بکنم او رو انتخاب کردی اگه حالا مصطفی بگه که امین میلا بگو که اگه بگو این اگه خب من انتخاب میکنم از این خاطر بسنه دال اشتباه 100 سال 100 سال اشتباه باز هم میتونم میلا انتخاب کنیم کدام میلا میلی دوم انتخاب کنم دو میلی شما دو بگذار دست هایتا انتخاب خوبی داشته باشیم ببینیم بسیار عالی یا بجای دوباره انتخاب خودمش انتخاب کنم اجمل جان انتخاب یاد گرفتی اینا دیگه 200 سال 300 سال الف هم اشتباه 200 سال اشتباه گزینه بی بی و جی مانده چه نظر داری بی حالا نگوین که حالا حد شدن سرسری جواب نگوین استعداد استعداد مهمتر از پول بی مطمئن هستی مطمئن خب میگذاریم یاره یک لحظه با هم صحبت میکنیم خوب شو خو معلوم میشی مصطفی از امو شوخای چاپ خنده نمک زندگی است و شوخی هم یک گپ خنده دار خوب برای ما بخواه خنده نمک زندگی است اما شاعر چی میگه؟ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است کارم از گریه گذشت است با آن میخندم این رقم نباشه کلا کارت از گریه گذشته باشه درست شاعر دیگه باز میگه گپ خنده دارتان و شعرتان را قبل از انتخاب یک میلیتان ببینین چون سوال آخر است اینا به عنوان سوال آخر میگیریم میخوایم چانس تان از بین میلا یک میلا را فقط انتخاب کنیم مربوط شما میشه یک رفت انتخاب است شما رفت امیر دو تون بریم به سراغ میلش رفت فرما بریم 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 اون میلا مربوط شما از رنگش طلایی میشه چون از آن شما هست بقیه میله ها دور میشه به استثنای میله شماره هفتم که از اول چشم دوخته بودن بالای اون میله اون میله مربوط شما البته میشد فعلا اما تا ببینیم چانستان ده درست است؟ اون میله هست و گزینه ها هم بی و جیم مانده بله اجمل و مصطفی بی و جیم هم یکش انتخاب کنید از بی و جیم یکش انتخاب کنید میلی چانست سال قدر دیر کسیم امی خیلی بیرن بی؟ مطمئن؟ مطمئن دیگه 100% 100% خب میگن که بی درست است بی هم گرفتیمش خب میلان میله هفت اما پولا ببینیم کدام پولا حذف میشه و میله هفت پول داره یا بدون پول هست حس میزنین چند است فکر کنم یک افغانی باشه میگن که یک افغانی هست میلی اف برای ما ارزش دارد میگن که یک افغانی هست و مصطفی میگن که یک افغانی هست ببینیم یک افغانی هست یا نه ببینیم 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 نیست یک افغانی 250,000 میگن که بزرگترینش 250 هست نه دیگه از امو پولای زیاد بیاین پایین پایین تر شب کنیم پایین چه انتخاب کنیم کدام؟ اینه ما با ارزش دانستان نگاه کردیم چطور اینه پول پول کم بگوین خب بگوین حدس بزنین حدس بزنین شاید 250 شاید 200 پی کو 250 اون 250 هست
خب 250 خب 500 افغانی نیست 500 افغانی نیست 500 افغانی نیست میگن نیست راست میگن نیست 5000 افغانی هم نیست 5000 هم نیست دیگه فکر کنم 10 افغانی هم نیست 10 افغانی هم نیست This is گفته بری گفته بود 175000 175000 هم نیست نیست میگن نیست 10 افغانی نیست زعف خانی چی است؟ صد افغانی نیست. خخ صد افغانی هم میگن. صد افغانی هم نیست دیگه خو نیست. بله نیست. ازی پولای 10000 افغانی هم نیست. 10000 افغانی هم نیست. نیست. دیگه 20000 افغانی هم نیست. 20000 افغانی هم نیست. دیگه 30000 هم نیست. 30000 هم نیست. گفته بله نیست دیگه. زود 70000 هم نیست. شاید باشه. شاید باشه. نیست. یک لک 25 هم نیست. نیست. یک لک 25 هم میگن نیست. ببینیم. نیست. خالی نباشه. دو لک هم نیست. 200000 هم نیست. مایی با ارزش دانستان نگاه کنیم. یک لک 25 هم نیست. از این دو تا بگوی؟ بچه خالی هم هسته. همی 225000. 225000 هم نیست. 225000 نیست. بسیم بلای خالی هم خمانده. صبر کنیم ببینیم هست یا نیست. 225000 نیست. 225000 میفهمین چند است؟ چند است؟ خالی 225000 افغانی با دیگر خونی های محافظه داشت اما آیا بیره که شما انتخاب کردین درست است یا نه اگر درست می بود و حذفم نمی شدید امی هفتم تا آخر امرایتان نگاه می کردین چون انتخابتان از اول بود شما امی امشب 225000 کاغذ پیچ با خود به خانه می بردین ببینیم بی درست است؟ اما بعد وقت داره درست هست این تشکیخ قدر خوشحالی نیست دگر شد شد نشد نشد شد شد نشد نشد ما بعدا به خود رسیدیم این که پیسه نبرم یعنی انتخاب خوبی بود از اول هفت از نظر گرفته بودیم 225000 بود یه بشگوم رونالدو گرفته بوده آه نه رونالدو سر ما هم چنان نموز حالی که امتحان داده بودم کلی حقوق 0-0 بود بسیار خوب ای کاش برنده می شدین اما امی که اشتراک کردین در افغان فکر کنم براتون کفایت میکنه کافی است خودم هم فهمیدم ما پیسه ما نیست افغانی در برنده شدیم اما یک داشته اما اینو بفهمین هفت همیشه براتون چانس میاره چانس میاره درست است خیلی خوشحال شدم امشب در کنار ما بودین هر دویتان موفق سربلند سرفراز باشین گفتنی های اخیرتان رو میشنویم گفتنی اخیر یک شعر کوتاه تخمین میکنم حقا شعر یک شعر کوتاه بگوین بفرمایید سیاه به سر کردی مرا در بدر کردی دل دیوانه را دیوانه تر کردی به آن چشمانی که داری هیچ میدونی خجالت هم شمس و هم قمر کردی نام خدا بسیاره اینمی پیام بله این پیام اینمی پیام است اینمی پیام است دیگه مخاطب خاص مخاطب داره نه طبعا هر دفعه میدونی یک مخاطب خاص نداشته بله. باشه و بر هر دو تا موفقیت میخوایم خداوند یار مددگار تو میشه خیلی خیلی کوتاه پیام خودتون بگو خدا سلامت باشین خیلی خوش اومدیم از همت خواهش میکنیم که تا با آخر برنامه ما رو روی بکنن و هدف ما پول نبوده فقط اومدیم که تست ذهنی از خود داشته باشیم ببینیم چقدر ما تونستیم که با سوالات عمومی به اون سوالاتی که در گذشته ما مکتب خواندین چقدر یادم بسیار عالی تشویق شون کنین جا داره که در اخیر برنامه هم تشکری کنم از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه هفت گنج را تمویل کردن آشنا موبایل قابل دسترس در 34 ولایت افغانستان با خدمات پس از فروش و دارای یک سال وارنتی می باشد آشنای شما دوست شما باید دیگه خداحافظی کنم چرا که به دقایق اخیر برنامه رسیدیم تشکر از که تا آخرین دم با ما همراه بودین شاد و سرحال سربلند باشین خداوند همیشه پشت و پناه تک تک شما عزیزای دل باشه متوجه صحتتان هم باشین که هوا سرد شده که خدای نخواسته مریض نشین خیلی زیاد دوستتان دارم دقت کنیم به سوال های هفت گنج و به شما تماس ما که 0782-2250 هست زنگ بزنین تا یک شب در کنار من در این برنامه شما هم باشین تا فرصتی سلامی دوباره شب دیگر هفت گنج دیگر خداوند یار و مددگار تمام شما این برنامه از طرف فامید نوکی است. آشنا زی ون ایر برای شما تقدیم گردید.